در نتیجه تصادف قطار در حومه شهر مونیخ یک جوان 24 ساله افغان جان داد. سلام، با کانال تلویزیون اینترنتی افغانستان همراه باشید. دو قطار شهری در یک خط قطار تک مسیر در حومه شهر مونیخ تصادف نمودند. انسان 8 جان یک تن را گرفت و 18 تن دیگر زخمی گردیدند. جزئیات بیشتر در مورد اینکه چرا چنین حادثه ای رخ داده است هنوز روشن نیست. حداقل 18 نفر زخمی شدند که حال 5 نفر از آنها وخیم است. یک روز پس از تصادف دو قطار شهری در منطقه شفتلارن در حومه شهر مونیخ هنوز هم روشن نیست که دلیل این تصادف چه بوده. بعد از 6 روز دوشنبه دو قطار شهری در یک خط تک مسیر تصادف نمودند. بنابر منابع پلیس در این سانحه 18 تن زخمی گردیده و یک جوان 24 ساله افغان جان خود را از دست داده است. از جمع زخمی های این رویداد وضعیت 5 تن به شدت وخیم خوانده شده است. در هر دو قطار مصدوم مجموعاً 95 تن حضور داشتند. عملیات نجات به اشتراک حدود 680 نفر به شمول پلیس، نیروهای آتش نشانی و نیروهای خدمات نجات تا نیمه های شب گذشته دوام داشت. به گفته سخنگوی پلیس سارنوالی شهر مونیخ به تحقیقات خود در مورد این سانحه آغاز کرده است. به ویژه این که چرا دو قطار در یک تک مسیر از جوانب مقابل در حرکت بودند. در زمان برخورد در مجموع 95 نفر در واگن‌ها بودند. هنوز علت این سقوط که حوالی ساعت 16:40 رخ داد مشخص نیست. میزان خسارت وارده در پی سقوط قابل مشاهده است. این تصادف در نزدیکی ایستگاه راه آهن شهری اصفهان در جنوب غربی مونیخ رخ داد. و ظاهراً دو قطار شهری با یکدیگر برخورد کردند. سخنگوی پلیس گفت بیش از 200 نیروی امدادی و پلیس تا اوایل عصر در محل حادثه حضور داشتند و افسود یک مجروح ابتدا در داخل یک کالسکه محبوس شد اما بعداً رها شد. مسیر در منطقه باواریای آلمان پس از این حادثه بسته شد و خدمات اتوبوس جایگزین خدمات ریلی در حال اجرا بود. آپراتور راه آهن آلمان دویچه بان گفت که مقامات مربوطه تحقیقاتی را آغاز کردند. در این بیانیه آمده است در حال حاضر نمیتوان درباره علت حادثه ارزیابی کرد. هایکو بوتنه رئیس اصفهان در مونیخ عمیق‌ترین همدردی خود با بستگان قربانی این حادثه را ابراز کرد و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع و کامل داشت. مارکو سودر نیز نسبت به خبر وحشتناک ابراز ناراحتی کرد و از نیروهای امدادی برای اقدام سریع آنها تشکر کرد. به گزارش رادیوی محلی دو قطار اصفهان در ماه اکتبر گذشته نزدیک بود در همان منطقه با هم برخورد کنند اما هر دو راننده توانستند به موقع ترمز کنند. از اینکه در این ویدیو ما را همراهی کردید جهانی سپاس.